حس میکردم کسی از من خوشش نمیاد، نباشم بهتره. کسی با من نمیتونه مثلا بسازه. حس میکردم هم مشکل ها همه از منه. فکر نمیکردم مثلا چیز باشه. ما تو مدرسه همون هم همچین اتفاقی افتاده بود، مثلا خودزنی و اینا میگفتن بچه ها انجام میدیم. من اکثر وقتا ساعت 12 به بعد که خانه بودم میخوابیدن، یه اتاق داشتیم، هدفون میذاشتم تو گوشم، آهنگ گوش میدادم، یاد گذشته میافتادم و دغدغه‌های زندگیمو میدیدم. اون موقع ها بیشتر اقدام به خودزنی میکردم. من اکثر وقتا یا خودم رو میسوزوندم یا با تیغ. در کل در رابطه با خودکشی یا رفتارهای خودآسیب رسان بخوام صحبت بکنم، خب شما آمار جهانی رو که میبینید سومین علت مرگ تو جهان بر اثر خودکشیه، یعنی این عدد جا به جا نشده هنوز و ما هنوز اون سیر رو کاهش رو قاعدتا نداشتیم، هرچند که از یک طرف موفق بودیم که حالا آگاهی رسانی ها داره بالا میره، اقدامات حمایتی داره بالا میره که ما کمتر خودکشی منجر به مرگ داشته باشیم. و قبل از اینکه شروع کنم یه مسئله رو بگم، خیلی مهمه که وقتی که در رابطه با خودکشی صحبت میکنیم یه سری کلمات اصلاح بشه. مثلا ما هیچ وقت خودکشی موفق نمیگیم، چون اینکه یه بار ارزش مثبت داره، میگیم خودکشی منجر به مرگ. خب بعد ما بین دو تا مفهوم باید تفاوت قائل بشیم. ما میگیم رفتارهای خودکشانه و سایر رفتارهای خودآسیب رسان. یا که رفتارهای خودکشانه چه رفتارهایی هست؟ رفتارهایی که من اون رفتار رو انجام میدم یا اون اقدام رو میکنم چون واقعا میخوام بمیرم. خوب، ولی رفتارهای خودآسیب رسان که ما بهش میگیم هارم سلف، مثل چیزی که در هستی اتفاق میفتاد هارم سلف بود، یعنی فرد بیاد به خودش آسیب میزنه، نه به این معنی که واقعا میخواد خودش رو بکشه و نیت مرگ تو ذهنشه، بلکه به این معنی که به خود اون رنجی که داره تجربه میکنه اون رنج تسکین پیدا کنه. و خود آسیب رسانی به نظر من باید مورد توجه قرار بگیره که اتفاقا رفتار خود آسیب رسان محجورتر واقع شدن. یعنی اگر این رفتارهای خود آسیب رسان زودتر توسط خانواده و جامعه و دوستان و غیر جدی گرفته بشن، میتونه مانع از این بشه که اینا در آینده به خودکشی تبدیل بشن. ما چهار دسته اصلی رفتار خود آسیب رسان داریم. یکیشو هستی اشاره که از سوختن، طرف با سیگار خودش رو میسوزه، با گاز خودش رو میسوزه، این رفتار خود آسیب رسانه. یا بریدن، با تیغ میزنه خودش رو فلان، یا کوبیدن. مثلا دیدی مادره میگه بچه‌م اینقدر ناروم شده، پسرم دائم میره مش میکوبونه تو دیوار، مش میکوبونه تو کامات دیوار، دیوونه شده، در حالی که یه پیامه، یه آلارمه که حالا بچه‌ی تو خوب نیست و او اساسا یه رفتار خودآسیب رسانه که داره اون فرد انجام میده. در رابطه با اینکه چرا خودکشی اتفاق میفته، با یه مفهوم خیلی مهم و اساسی شروع کنم که تو همه خودکشی ها بدون استثنا هست. اساسا ما این اعتقاد رو داریم که هیچ کس خودکشی نمی کنه که بمیره. افراد خودکشی می کنن چون از یک رنجی که فکر می کنن غیر قابل تحمله و فکر می کنن دیگه تموم نمیشه، می خواهن خودش رو رها کنن. در واقع یک نوع راهکار برای مقابله با اون رنج. اساسا خودکشی راهکاره و این راهکاری که ما میگیم ناکار آمده و اساسش هم رنج است. حالا چه چیزی باعث میشه رنج تو اون آدم ایجاد بشه؟ یکی ما تو خودکشی یه سوالی که خیلی به غلط تکرار میشه توسط افراد، میگه چی شد که فلانی خودکشی کرد؟ ما از علت حرف میزنیم تو خودکشی. میگیم که ما یک مجموعه عوامل خطر وجود داره و یک مجموعه عوامل محافظ. اگر این عوامل خطر افزایش پیدا کنن و عوامل محافظ کاهش پیدا کنن، ریسک خودکشی فرد میره بالا. عوامل خطر مثل چی؟ مثل سن، یا یه دختری که نوجوانه یا یه سالمرد ریسک خودکشیش بالاست، یا یه نوجوانه دختر یا پسری 24 ساله ریسک خودکشیش بالاست. سن یکی از عوامل خطره. یکی از عوامل خطر زمینه‌های بیماری روانپزشکیه. مثلا من یک افسردگی درمان نشده دارم، یا دچار استراب هستم، یا PTSD هم اختلال پس از سانحه دارم تجربه میکنم، یا چه بسا دارم درمان میشم ولی درمان مناسبی ندارم. یعنی اگه فرض کنیم من یک جوانی 24 سالم
از قضا دخترم هستم، چون دختر رو بیشتر اقدام میکنن ولی پسر رو کمتر اقدام میکنن، ولی وقتی که اقدام میکنن اقدامشون خیلی جدی تره، یعنی اقدام منجر به مرگ تو پسر رو بالاتره. فرض کنید که من یه نوجوانم، دخترم، یک بیماری روان پزشکی دارم مثل افسردگی، و بعد این میشه عامل خطر بعدی. بعد یه عامل خطر دیگه بعدی وجوده تو خانواده من، سوای خودکشی هست. یعنی که تو خانواده من خودکشی به عنوان یک راهکار در نظر گرفته شده. اساسا فلسفه روز جهانی پیشگیری از خودکشی اینه که ما اعتقاد داریم که خودکشی قابل پیشگیری هست، و اگر بیایم آگاهی های درست بدیم، روایت های نادرست رو تغییر بدیم، آدم ها شانس بیشتری برای زندگی پیدا میکنن. به خاطر همینه که سازمان جهانی بهداشت و انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی هر سال یک شعاری رو انتخاب میکنن، شعاری که امسال اومدن یه شعار اقدام کردن، حرف بزنیم، شروع کنیم به حرف زدن، و یه تم بزرگتری رو در نظر گرفتن از 2024 تا 2026 این که روایت نسبت به خودکشی رو تغییر بدیم. و هدف اصلیشون هم این هست، چون ما هنوز داریم چون جامعه زندگی میکنیم، چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی، هنوز انگ و استیگما نسبت به خودکشی وجود داره. یعنی فکر میکنه کسی که خودکشی میکنه آدم ضعیفیه، آدم خودخواهیه، یک شرط خیلی عجیب غریب داشته، و هنوز به عنوان یک مشکل سلامت خودکشی رو نمیبینن، و به خاطر افراد اکراه دارن که اینو بگن. اینو جنبه جنایی و جرم اخلاقش بیشتره، یعنی بیشتر از اینکه یه مسئله تو حوزه سلامت خودکشی دیده بشه، یک مسئله اخلاقی و یا اینکه مجرمانه دیده بشه تو ذهن مردم، و این باوره باید تغییر کنه. و از هدف چنین آگاهی رسانی هایی هست. علامت ها خیلی میتونن متفاوت باشن. خب و یه سری علامت هایی که دیگه خیلی شایع، خیلی مشخص هست، یکی که یه دفعه مثلا میبینم بچه من تغییرات خلقی شدید داره، یه دفعه خیلی شاده، یه دفعه خیلی غمگینه. بچه های من جدیدتر خیلی منزوی شده، انزوای اجتماعی، مثلا میگیم بیا بری فلان، بیا من حوصله ندارم نمیام، میگیم بری فلان توی جمع ها مشارکت نمی کنه، ترجیح میده که بیشتر توی اتاقش باشه. اینگاه داره یک غم شدید رو داره تجربه میکنه، و بعضی وقتا اکراه داره تو گفتن احساساتش. حسی خیلی نکته خوبی رو اشاره کرد، این افراد اصولا دو تا حس رو تجربه میکنن، احساس کنن بار اضافی شدن برای دیگران، و اگه مورد توجه کسی نیستن، و اگر بیان مسائلشون رو به کسی بگن ناراحتی ایجاد میکنن. یکی دیگه از علامت هایی که دارن این هستش که بعضی از بچه ها، حالا شاید خیلی هوشمندانه این اتفاق بیفته، مثلا این اموالش رو میبخشن، مثلا میگه که مثلا من این دفتر رو خیلی دوست داشتم، یا مثلا این حال وسیله رو خیلی دوست داشته، ولی مثلا میده به دختر داییش، میده به پسر خالش، میگه برای تو، میدونی، به بخششه یه آلارمیه که این داره این رو خداحافظی میکنه با همه. مثلا یه جملات پایانی این بار مینویسن یا میگن، مثلا ما رو ببخش، خیلی اذیتت کرده بودم تا الان. من خودم با بچه ها چون کار میکنم، خب الان دیگه دنیا دنیای مجازیه دیگه، من پروفایلاشو رو چک میکنم. اصلا پروفایل بچه ها خودش یک نشان دهنده قویه. پروفایل بچه سیاهه، دائم شعرهای غمگین میذاره، یا فیلمای خیلی غمگین رو توصیه میکنه، یا موسیقیای خیلی غمگین رو توصیه میکنه. ببینه خودش آلار بگیره، یه اتفاقی داره میفته. خانواده قطعا سری باید گفت، همین شعار امسال به نظر بهترین شعاره، حرف بزنید با هم. خب یعنی میتونه، نه حالا لزوما از اول به رفتار خودکشی میتونه اشاره نکنه، بعد نگرانت هم چون دوستت هم میبینم که یه مدت تو خودتی، اوضاعت خوب نیست، چیزی شده میتونی به ما بگی، اگه به ما اعتماد نداری میتونی بری پیش یه مشاور، یا اگه حتی به مشاورم اعتماد نداری به دوستت مثلا به فلانی بگو، میدونی. و به هر حال افراد چون مقاومت دارن دیگه، اصلا به خصوص نوجوان این نسلای زده ما و حتی پایین تر، اصولا خیلی مقاومت دارن تو حرف زدن، و اصرار هم نکنیم که سریع حرفش رو بخواد بزنه، ولی ما میتونیم اینجا اول محافظتی رو بالا ببریم، تو خونه کمتر تنهاش بذاریم، میدونیم. و اصلا من یه اصل کلی دارم، وسایل پرخطر خیلی دم دست نباشه تو خونه، تو همین خونه قرص کاملا دم دسته،
یعنی قرص اصلا باید یه جا دپو بشه، قفل بشه و کسی بهش دسترسی نداشته باشه. میدونید این یه عامل محافظتیه. یا مثلا من ترجیح میده که مثلا اتاق بچه ها اگه حالا خانواده چنین امکاناتی البته داره، مثلا جایی نباشه که تراس داره. چون یکی از پلرای بچه ها که برای خودکشی دارن، به خصوص نوجوان ها، پرتاب از بلندیه. دیدید مثلا تو رساله یه خود تو اهل رساله گزارش هایی میشه مثلا تر از پل خودش رو پرتاب کرد. اساسا این توی پیشگیری از خودکشی هم اومده، میگه که ما هر کاری هم بکنیم ممکنه فرد به ما این اعتبار رو نکنه و نیاد بگه، ولی ما میتونیم محیط رو ایمن بکنیم. خب محیط ایمن هم عاطفی هم مادی. خب همون چیزی که عرض کردم خدمت شما، واقعا قرص رو باید دپو بشه. حتی به ظاهر ممکنه قرص سرماخوردگی باشه، ولی بچه‌ها قرص رو جمع میکنن و یک دفعه اقدام میکنن. خب این خیلی مهمه. و دومی که اتاق بچه‌ها باید جای ایمنی قرار گرفته باشه. و من اعتقاد دارم که حالا شاید خیلی لاکچر و لوکس به نظر برسه، ولی حالا تا حدی که خانواده ها میدونن میتونه و در توانشون هست، مثلا شیشه دیدی خونه ها بعضی پنجره شیشه یه شیشه که به راحتی شکسته میشه، این اصلا خودش اصلا تشویق کننده فرده. مثلا حالا با یه دختری دارم کار میکنم، اتاقش تراس داره، یه جفعه اصلا تراس این ها داره من دعوت میکنه. اصلا وقتی که میرم میگه چرا نمیری پیش من؟ میگه بارها رفتم توش و دم درش هم رفتم تا دم اون حالا حفاظی که هست. یا مثلا میگه که اصلا شیشه اینقدر با آدم حرف میزنه. میدونی چی میگم؟ یا مثلا حالا ایشون رفتار خداسیب رسالش سوزاده بود، بچه ها خیلی با تیغ اقدام به این کار میکنن. و من میخوام بگم که حتی هوشیارانه تر من دارم میگم که حتی بچه های الان اینقدر باهوش، یعنی نمیشه بحث هوش و اینا رو مطرح کرد، اینقدر رسانه های جمعی در واقع توسعه پیدا کرده، اون شیوه های سنتی خودکشی هم داره عوض میشه. مثلا من یه کیسی دارم، 3 ماه داره به این فکر میکنه که چطوری اقدام کنه. میگه جعفری اول اسلحه رو تصمیم گرفتم، اسلحه کردم دیدم نه نمیارزه، هر چقدر اومدم ثانیه ها رو این بر اون بر کردم، گفتم نهایت ممکنه یه برای صورت هم بره، کار تموم نمیشه. بعد و بعد دیدم که مثلا فلان قرص با فلان قرص، دیدم نه ممکنه این دارو مثلا دوزش پایین تر باشه. یعنی بچه خیلی دقیق به این مسائل دارم فکر میکنن. و من فکر میکنم کار کارشناسا و نهادهای مسئول هم تو ایران این هست که در واقع آینده پژوهی داشته باشه و صرفا نه یا مثلا به شیوه قدیم مثل نمیدونم تناب و سم و پرتاب از بلندی و خوردن قرص و اینها اکتفا کنن. ما اعتقاد داریم بیشتر کسایی که اقدام به خودکشی میکنه قبلش آلارم میدادن، یعنی نشانه قبلش دادن. حالا بعضی وقتا خانواده ها دچار خطا میشن، یعنی نباید که همش داره میخنده، به یه عامل که نباید دقت کنن، مجموعه عوامل رو در نظر بگیرن. مثلا ممکنه یه فرد اتفاقا وقتی که میخواد خودکشی کنه بخواد شاد این کار رو انجام بده. مثلا من کیس داشتم، کیک تولد گرفته، همه رو دعوت کرده، همه شب دوره هم بوده و این صبح خودش رو کشته. یعنی بعضی وقت این رفتار عجیبه دیگه، همون چیزی که گفته با دختر من که تو الان این کارو نمی‌کرد، چی شد یه دفعه مثلا اینقدر تغییر کرد اومد این کارو کرد. و این آلارم ها رو گفتم، مثلا تغییر رفتار، تغییر خلق، تغییر پروفایل، تغییر اتاق، تغییر ظاهر. حالا ممکنه تو بعضی اتفاق نیفته، تو افراد با نشانه های مختلف پیدا میکنه. مثلا تو میدیدی که دخترت یا پسرت خیلی به خودش میرسه، دیگه به خودش نمیرسه، یا بیشتر ساعت رو تختش خوابیده، یا صداش خیلی کند شده، فعالیت حرکتش خیلی کند شده. و بهترینش اینه که حرف بزنیم. و ما توی حرفم اعتقاد داریم، اعتقاد شفاف باید حرف بزنیم. دخترم یا پسرم خیلی نگران تو هم. تو من جدیدن دیدم تو بیشتر تو خودت رو یه روز حالت خوبه، یه روز حالت بده، رفتم پروفایلت رو چک کردم، نگرانتم. فکر میکنم یه چیزی داره تو رو رنج میده، میتونی به من بگی چی داره تو رو رنج میده؟ خیلی راحت تر میخوام با تو حرف بزنم. حتی فکر میکنم نکنه بعضی وقتا تو داری به این فکر میکنی که به خودت آسیبی برسونی. چون بعضی از خانواده ها این باور رو دارن، بعضی از خانواده ها که در اکثر مردم، که اگر در رابطه با خودکشی با یه فرد حرف بزنیم اتفاقا میریم فکر خودکشی رو توش تحریک میکنیم. اصلا غلطه کاملا. بدیدید هستی چه حرف قشنگی زد. اصلا خودمون مثلا فرض کنم شما
مثلا گرفته ای تو محیط کار، یا میگم مثلا چطوری شو امروز خوب به نظر نمیرسی، چیزی شده میتونی به من بگی؟ ببین شما ناخودآگاه چه حسی دارید، چقدر وضعیت من برای آدم مهمه. یعنی وقتی تو برای به عنوان مادر، پدر، دوست، معلم، استاد، شاگرد، هر کسی وقت میگذاری، یعنی داری به اون یه حسی میدی تو آدم ارزشمندی هستی. چون افرادی که به این مرحله میرسن میخوان خودشون رو از بین ببرن، یکی از احساسهای مهمی که تجربه میکنن احساس بی‌ارزشیه و بار سنگین روی دیگران هستم. خب ولی وقتی وقت بهش اختصاص میدی و میای همدلی میکنی باهاش، دو تا چند تا اتفاق خوب میفته. یکیش اینه که تو داری به اون میگی ببین تو آدم مهمی هستی برای من، و وقتی که واضح، یعنی من خیلی خوش آمد شما واضح بهش گفتی تو کی اقدام به خودکشی کردی. بعضی وقت خود خانواده هراس وای اقدام به خودکشی یه کلمه که نباید به کار اون که باید خیلی راحت بگیم، مگه ما نمیخوایم انگ زدایی کنیم. و اتفاق مهم بعدی که میفته، ببین خانم هاشمی ما میگه که خودکشی یک تکانه است، یک رفتار ایمپالسیو و تکانه. یعنی چی؟ یعنی فکر خودکشی مدت ها با من بوده، اومده بالا، بعد اومده توی پیکی دیگه نتونستم تموم بکنم، یا خودمو میکشم، یا اینجا یه اتفاقی میفته من میام پایین. یعنی وقتی که شما با یه فردی که حالش بده میایید صحبت میکنید، شما آدمه هستید که اتفاقا زمینه رو برای تخلیه هیجانی براش فراهم میکنید و باعث میشه که این تخلیه هیجانی این پیکر رو به تأخیر بندازه. رساله و خودکشی، خب خود یه حالا هیچ پروتکل ندارم، ما یه پروتکل جهانی داریم که رساله چطور باید ورود کنه به این حوزه. همونطوری که قبل مصاحبه با این دختر خانم هستی هم گفتم، مثلا بعضی وقتا وقتی یه خودکشی اتفاق میفته طوری خبر رسانی میشه اینا قهرمان سازی شده، میدونی چی میگم؟ یا مثلا از ابزار اینها به مردم کمکی نمیکنه خیلی، ولی مثلا میشه گفت آره تو فلان جا تو فلان تاریخ اقدام به خودکشی اتفاق افتاد، علتش بود، ولی اگر این عوامل هم بود پیشگیری میشد از این. چون بعضی وقتا مثلا ارائه آمار نه به این معنی که حتی من به جنبه محرمانش اصلا کاری ندارم، واقعا من به این جنبهش نگاه میکنم که وقتی که یه آماری خیلی میره بالا ممکنه برای فرد جنبه عادی سازی پیدا کنه. میدونی من خب چون جای یک جای دیگه یه فعالیت میکنم، حالا نمیتونم بگم ببین وقتی خودکشی اونجا اتفاق میفته، خب جای یک جایی که جمعی افراد زندگی میکنن حالا به خاطر شرایطشون، اصلا این مصری میشه بره بچهای دیگه. به خاطر همینه که میگم وقتی یه فرد خودکشی میکنه روی خانواده و دوستا 30-40 نفر دیگه تاثیر میگذاره. خب اولین چیزی که ممکنه و ما این نگرانی رو همیشه داریم وقتی یه خودکشی اتفاق بیفته، این خودکشی افراد دیگه رو فعال نکنه، افراد دیگه ای که این فکر توشون هست. به خاطر همین نوع اطلاع رسانی این خیلی مهمه. مثلا من چون سالها در حوزه خودکشی کار میکنم، خب حالا تو بعضی از خودکشی هایی که خیلی رسانه‌ای شده حتی سیاسی شدم بودم، خب حالا نمیتونم چون محرمانه است بگم، واقعا مثلا طرف خودکشی کرده، بگم رسانه‌ای شده تا مثلا رسانه‌ای خارجی هم اومدن اون خبر رو چیز کردن، بله مثلا این خودکشی کرده، این مثلا علتش این بوده که فعال سیاسی بوده، فلان بوده، فلان بوده، اصلا این شکلی نبوده. بعد اون وقت با خانواده چه مشکلی پیدا می‌کنیم؟ یعنی بعضی وقت اخلاق رسانه‌ای خیلی مهمه حفظ بشه. خانواده‌ای که مثلا توی روستا بوده فعلا نمی‌خواسته این خبر رسانه‌ای بشه، نمی‌خواسته اصلا خانواده‌اش اونجا بفهمن. چون میگم ما هنوز این فرهنگ پذیرش نیست. یعنی از یه طرف خانواده یه داغی رو داره تجربه می‌کنه، بچه‌ش گهان فوت کرده، و از اون طرف هم رسانه این میشه و رسانه ها اطلاعاتی که اصلا درست نبوده رو میان میگن. یعنی من بارها و بارها میگم به خاطر موقعیتی که یک جایی دارم، بارها و بارها و بارها شاهده این بودم که اصلا توی یک کیس صفر تا صدش رو مداخله کردم، اصلا داستان واقعی رو میدونم چیه، کلا با خانواده و خویشاوند در ارتباطم. یه دفعه میرم میبینم تو رسانه مثلا اومدن یه چیزی رو مطرح کردن، یعنی پسرت و یه دخترت رو فوت کرده، من میخوام رسانه ای کنم، تو به عنوان خانواده یه اجازه رو به من میدی؟ واقعا بعضی یا اجازه بدید تا کجای این اطلاعات رو بگم؟ چون خود این بعضی وقتا خود رسانه میاد یه ترومای دیگه برای خانواده ایجاد میکنه. مثلا من همون کیس هم که اقدام به خودکشی کرده، ما حالا تو بیمارستان بودیم، طرف تو آی سی او بود، خانواده به هزار زحمت خودش رو شهرستان رسونده بود، یه دفعه ما دیدیم توی رسانه ای شد و خانواده بحران براش چندین برابر شد.
میدونی، یعنی حالا با انبوهی از سوالات مواجه بود که هر روز بچه مشخصی زنده میمونه زنده نمیمونه، حالا از شهرستان زنگ میزدن، از اونجا زنگ میزدن، از اونجا زنگ میزدن، و واقعا خانواده کلپس کرد دیگه، نتونست مدیریت کنه اون بحران رو، میدونی. و من به خاطر همین میگم که رسانه وقتی که میخواد تو این حوزه مداخله بکنه، واقعا اجازه بگه تا کجای اطلاعات رو من میتونم بدم. شاید فرد اصلا یه سری محدودیت هایی داره که گفتنش واقعا به صلاح نیست، و میاد تازه چه بسا میاد امکانه خودکشی دیگر رو اونجا فراهم میکنه.